امسال میخوام روز مادر شوهرم رو کادو کنم به مادرش پس بدم. خدا کنه خوشش بیاد. ازدواج نمی‌کنی؟ آقای مدیری عزیزم، چون کی بدش میاد وارد خونه بشه که چراغش روشنه؟ کی از تنهایی مفرط و همواره لذت میبره؟ هیچ کس. اما ازدواج به این سادگی نیست. همینجوری نیستش که من از فرط خستگی و تنهایی بگم حسلم صرف، حالا بریم یکی بگیریم. مسئولیت بسیار بزرگیه، بسیار بسیار مسئولیت بزرگیه. شما مسئولیت یک انسان دیگر رو و فرداش فرزند رو، هر وقت بضاعت و تواناییشو داشتم که بار دیگری رو به دوش بکشم حتما این کار میکنم. ماها عادت میکنیم فکر میکنیم عاشقیم. عشق ساحت داره، ساحت عشق معصومیته. کدوممون در این ساحت؟ ایشالله اگه همینطوری پیش برم با همین فرمون، تا یه چند وقت دیگه از مرحله سینگل در میام و وارد مرحله سینگل پرو مکس میشم. دوستان پیام دادن که الاجون خارج داری برا خودت عشق و حال میکنی. خب ببینین، من اصلا وقتی رسیدم استرالیا، نخست وزیر استرالیا اومد سر راه و من دیدم که ایشون اینجوری یه با یه فرش قرمز انداخت جلو پا من. آ گفت ویلکام تو استرالیا الاجون، کجا بودی پس تا حالا؟ گفت الان که اومدی اینجا فقط میخوام عشق و حال کنی. صبح تا شب میری لبی دریا آفتاب میگیری، شبم از این نایت کلاب میای بیرون میری تو اون نایت کلاب. نفهمم یه موقع خدای نکرده زحمتی زبان یاد گرفتن به خودت دادی، یا صبح تا شب رفتی سری کار، شب تا صبح درس خوندی. اصلا این سوسول بازی ها رو در نیار، وای قربه تو تنهایی. هر موقع دلت گرفت 5 دقیقه برو تو واتساپ مامانه تو ببین، حالا نهایت یه چوله باسی بذار کنار دستت، فکر کن مامانه دست هی بغلش کن. خیلی که دیگه دلت تنگ شد، هر 20 سالی یه باری یه هفته برو ایران و برگرد. بعدش هم اگر تو غربت و تنهایی هیچ پشتیبان عاطفی و مالی نداشتی و مریض شدی، اونجا رو میبینی برو بیمیر. آخرش همه دوستام شوهر میکنن، منم میشم اون رفیق مجرد عیاشی که شوهراشون میگن با این نگرد. یا دنبال یه نفر میگردم که مثل خودم رنگ چشاش روشن باشه. شاید بگید تو که رنگ چشات روشن نیست. چرا روشنه؟ الان خاموش کردم پول برق زیاد کرده.